50 فعل کاربردی در سفر که همه باید بلد باشن بدون استثنا. کانال ما رو سابسکرایب کنید که هر روز آموزش‌های جذاب انگلیسی داریم که خیلی به کارتون میاد. Enjoy، لذت بردن. Enjoy your trip and make lasting memories. Enjoy، لذت ببر. Your trip، از سفرت. And make، و بساز. Lasting memories، خاطرات همیشگی. Enjoy your trip and making lasting memories. Learn، یاد گرفتن. Learn، برای یادگیری کلمات باید شما توی جمله اونا رو یاد بگیرید. I would like to learn some basic phrases in the local language. میخوام چند تا عبارت اساسی در زبان محلی یاد بگیرم. Local language، زبان محلی. Phrases، عبارات. Some basic phrases، چند عبارت اساسی. I would like، دوست دارم. میخوام، مایلم. Discover، کشف کردن، کاوش کردن. بگو. Discover، We want to discover hidden gems of the beaten path. We want to، یا میتونی بگی چی؟ We wanna discover hidden، یعنی چی؟ پنهانی. Gems، گوهر، سنگ قیمتی. Of the beaten path، در جاده های دور افتاده. Of the beaten path. علاوه بر discover، شما چند تا کلمه اینجا یاد گرفتید؟ همه اینا رو یادداشت برداری کنید و تکرار رو تمرین کنید. Experience، تجربه کردن. مثال هایی هم که براتون میزنم بچه ها ببینید خیلی کاربردیه. We're looking forward to experiencing the local festivals and celebrations. We're looking، ببینید ما چی هستیم؟ Looking forward یعنی چی؟ منتظر تجربه کردنیم. تجربه چی؟ جشن ها و جشنواره‌های محلی. Local festivals and celebrations. Festival، جشن ها. Celebrations، جشنواره ها. Taste، چشیدن. Taste، You should taste the traditional dishes of this region. You should taste، تو باید بچشی. چیو؟ The traditional dishes، غذاهای سنتی. Traditional یعنی سنتی. Dishes یعنی چی؟ غذا. Of this region، این منطقه. ببینید مثال های بسیار بسیار کاربردی که توی سفر واقعا به کارتون میاد. دوست دارم تک تک شما موفق بشید عزیزانم. ببینید باید تکرار کنید، باید تمرین کنید، باید جمله سازی کنید، باید حرف بزنید. اینها باعث میشه که شما زبان انگلیسی رو قشنگ یاد بگیرید. Learn، بگو. Learn، I want to learn about local culture and traditions. I want to، گفتم به جای want to میگیم چی؟ I wanna learn about the local culture، فرهنگ محلی. Local traditions، سنت های محلی. پس local یعنی چی؟ محلی. I want to learn about the local culture and traditions. وقتی که کلمات قشنگ یاد گرفتید، جمله بندی رو یاد گرفتید، باید تمرین کنی برای صحبت سریع. این خیلی مهمه. تمام این مکالمات و جمله سازی ها میشه گفت 70% توی زمان حال ساده هست. پایان آموزش حتما زمان حال ساده رو برید ببینید. Visit. به به، چه جمله ای. We plan to visit، ما قصد داریم که چکار کنیم؟ بازدید کنیم. The famous landmarks، نمادهای مشهور. Famous landmarks یعنی مشهور. Landmarks یعنی نماد. In the country، in the city، درست شد؟
توی کشور، توی شهر. بچه‌ها مثال‌هایی که هست واقعاً کاربردیه. کلماتی که توی مثال‌ها میارم واقعاً کاربردیه. فقط یک توجه می‌خواد، یک دقت می‌خواد، یک برنامه‌ریزی می‌خواد که شما واقعاً کار کنه. چیزی کم نداره این آموزش‌ها. فقط با تکرار تمرین، با یاد گرفتن ساختارها میتونید خودتون رو روز به روز پیشرفت بدید. ریلکس، استراحت کردن، آرامش یافتن. ریلکس. Let's find a nice cafe to relax and have a cup of coffee. یه کافی خوب پیدا کنیم تا چیکار کنیم؟ استراحت کنیم و یک فنجون قهوه بنوشیم. Let's find. بیا پیدا کنیم ها. Let's find a nice cafe to relax and have a cup of coffee. یه فنجون قهوه. A cup of coffee. اگه لطف کنی نظرتو در مورد آموزش به هم بگی خیلی ممنونت میشه. I need to exchange some currency. تعویض کرد. Before I go shopping. I need to. نیاز دارم. به چی نیاز دارم؟ To exchange. ها؟ برای مبادله کردن، تعویض کردن. Some currency ارز before، قبل از I go shopping، برم خرید. باید قبل از خرید ارز تعویض کنم. ببینید چه جمله کاربردیه. این جمله رو بلد باشی همه جا میتونی راحت صحبت کنی. I need to exchange some currency before I go shopping. Rent، اجاره کردن. rent بگو. rent. We can rent bicycles to explore the city. We can، ما میتونیم rent، اجاره کنیم bicycles، دوچرخه رو، to explore، برای کشف the city، شهر. به به چه جمله. اگر بری مسافرت بخوای یه دوچرخه اجاره کنی باید چه فعلی استفاده کنی؟ از rent ها. We can rent، ما میتونیم اجاره کنیم. حالا car، bicycle، هر چیز دیگه، درست شد؟ To explore، برای کشف چی؟ The city، the country، the continent. continent یعنی چی؟ یعنی قاره. ببینید چقدر میتونی جمله سازی کنی؟ کافیه این چند تا ساختار رو بلد بشی. زمان حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده، گذشته استمراری، حال کامل. این 5 تا زمان بسیار بسیار کاربردیه توی صحبت کردن. capture. TU صدای چی میده؟ چه. بگو capture. Don't forget to capture the beautiful moments with your camera. Don't forget، فراموش نکن. To capture، ثبت کنی ها. The beautiful moments، لحظات زیبا. With your camera، با دوربینت. Moments یعنی چی؟ لحظات. Beautiful moments، لحظات زیبا. Relax. Relax. Let's find a quiet spot to relax and enjoy the view. Let's find، بیا پیدا کنیم. A quiet spot، یک مکان آرام. To relax، برای استراحت کردن. And enjoy، و لذت بردن از view، منظره ها. ببینید چقدر ساده میشه جمله سازی کرد. فقط باید این جملات رو مدام استفاده کنید، کلمات مختلف رو توی قالب بذارید و صحبت کنید، و با همین تکرار و تمرین روزانه میتونید راحت به مکالمات و فعل‌هایی که یاد گرفتید مسلط بشید. Explore، کشف کردن. We are excited. ما هیجان زده هستیم. Excited to explore، برای کشف کردن. The local cuisine and try traditional dishes، برای کشف غذاهای محلی و امتحان کردن غذاهای سنتی. ببینید چقدر کلمات زیادی داخل این متن هستش. شما اگر بتونید جمله سازی رو یاد بگیرید تمومه. یعنی مهم جایگذاری کلمات در جملات و ساختار یاد گرفتن هستش. Bargain،
bargain یعنی چونه زدن، مذاکره کردن برای قیمت. In some markets در برخی از بازارها you can bargain تو میتونی چونه بزنی for a better price برای قیمت بهتر. پس bargain یعنی چی؟ مذاکره کردن، چونه زدن خودمون هستش. bargain بگو. bargain. explore کشف کردن. We are planning to explore میگه ما قصد داریم که کشف کنیم. We are planning ما قصد داریم ها to explore کشف کنیم چیو؟ The old town شهر قدیمی and its historic sites و مناطق تاریخیشو. Historic sites مناطق یا سایت های تاریخی. ببینید چقدر جملات زیاد میشه، کاربردی میشه. کلمات رو هر چقدر شما بیشتر یاد بگیرید توی جملات بیشتر به کار ببرید، بیشتر مسلط میشید. چک اوت خروج کردن از هتل. شما یه چک این دارید وقتی که میخواید وارد هتل بشید، ثبت نام کنید، پذیرش کنید، چک این رو استفاده میکنید. چک اوت موقعی که میخواید از هتل خارج بشید. حالا میگه چی؟ The check out time is 11 a.m. زمان خروج از هتل ساعت 11 صبح. The check out time زمان خروج. ببینید The check out time. اگه این آموزش براتون مفیده لایک کنید که از ما حمایت کرده باشید. Check in همون چیزی که قبلا گفتم بهتون، وارد شدن، ثبت نام کردن. چک این و چک اوت توی هتل استفاده میشه. We need to check in at the hotel before 3 p.m. باید قبل از ساعت 3 چکار کنیم؟ در هتل ثبت نام کنیم. We need to. بچه وقت که need با to میاد و بعدش یه فعل میاد، اینجا یعنی چی؟ یعنی باید. دیگه به معنی احتیاج داشتن نیست. این خیلی مهمه. مثلا یه جا هست میگه چی؟ We need some potatoes. ما چند تا سیب زمینی نیاز داریم. خب اینجا need یعنی احتیاج داشتن، ولی وقتی که need با to میاد به معنی چیه؟ به معنی باید هستش. We need to check in at the hotel before 3 p.m. pack بسته‌بندی کردن. I need to pack باید چکار کنم؟ بسته‌بندی کنم چیو؟ My suitcase چمدانمو for the trip برای سفر. بچه چقدر جملات کاربردیه. I need to pack my suitcase for the trip. پس پک یعنی چی؟ بسته بندی کردن. Understand فهمیدن. I don't understand the local language من زبان محلی رو نمیفهمم. I don't understand زمان حال ساده ساختار منفیش. Can you speak English؟ میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ Can you speak English؟ میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ I don't understand. اگر زمان حال ساده رو نمیدونی حتما برو کامل یادش بگیر. توی پلیلیست گرامرها هستش و حالا لینکش هم داخل دیسکریپشن میذارم. برید حتما زمان حال ساده رو دنبال کنید. این ساختار 70% زبان انگلیسی رو تشکیل میده. گوش کنید، 70%. Communicate یا communicate که بگید communicate خیلی بهتره. Communicate ارتباط برقرار کردن. I need to من باید. ببینید بچه چقدر از need to استفاده کردم توی جملات که قشنگ درکش بکنیم. I need to communicate with the hotel staff. Hotel staff کارکنان هتل. About my reservation درباره رزروم. پس چی؟ باید با کارکنان هتل درباره رزروم ارتباط برقرار کنم. Communicate. به به چه جمله‌ای. ببینید بچه‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی فقط باید توی جمله کلمات رو یاد بگیرید. این خیلی مهمه. اصلا کلمه رو حفظ نمی‌کنی. کار اشتباهیه که شما انجام میدید و کلمه رو حفظ میکنید. حتما توی جمله سازی باید گرامرت خوب باشه.
اگر میخوای گرامرتو خوب بکنی، لطفاً لیست گرامرهای کاربردی رو برو دنبال کن، نگاه کن تک تک گرامرها رو و مسلط بشو. لینک ها رو داخل دیسکریپشن گذاشتم، حتما برید اون لیست های گرامر رو بررسی کنید و خودتون رو توی گرامرها قوی کنید. با من تا آخر ویدیو همراه باشید. Take photos. Don't forget to take photos of the stunning views. Don't forget. فراموش نکن. To take photos. که عکس بگیری. Of the stunning views. مناظر شگفت انگیز. Stunning views. Explore. کشف کردن. We are excited to explore natural beauty of this natural park. ما برای کشف زیبایی های طبیعی این پارک یا این پارک ملی هیجان زده هستیم. Natural park, natural beauty. Natural beauty. زیبایی های طبیعی. Explore. Exciting. هیجان زده. Rest. استراحت کردن. After a long day. بعد از یک روز طولانی. Long day of walking. بعد از یک روز طولانی راه رفتن. I need to. احتیاج دارم. یا باید. آفرین. باید. چون گفتیم بعد از need to فعل بیاد. اون need to یعنی چی؟ باید. I need to rest my feet. باید به پاهایم استراحت دهم. ببینید. Rest my feet. Enjoy. I hope you enjoy. امیدوارم که لذت ببرید. Your stay. از اقامتتون، از موندنتون. In our city. در شهر ما. ببینید بچه ها. الان شما به جای مثلا our city میتونید بگید چی؟ Our country. Our site. هر چیز دیگه. شما خیلی خوبه که قالب ها رو یاد بگیرید، فعل ها رو یاد بگیرید و کلمات مختلف رو بذارید داخل جملات رو صحبت کنید. Plan. We need to plan for our trip. باید برای سفرمون برنامه ریزی کنیم. We need to plan for our trip. Trip. به سفرهای کوتاه میگیم چی؟ Trip. به سفرهای بلند که معمولا از یه هفته بیشتر باشه میگیم چی؟ Travel. بگو travel. Get. دریافت کردن، رسیدن. What time can we get the keys to our hotel room? What time can we get? چه ساعت یا ساعت چند میتونیم بگیریم کلیدهای اتاق هتلمون رو؟ Hotel room. Keys یعنی چی؟ کلیدها. همینطور که از این منظره ها لذت میبرید، فعلا رو به خاطر بسپارید و توی جملات استفاده کنید. خب بریم سراغ فعل 27م. ask. I need to ask. باید بپرسم. For directions to the train station. برای رفتن به ایستگاه قطار باید چیکار کنم؟ آدرسشو بپرسم. دایرکشن یعنی چی؟ آدرس، مسیر. درست شو؟ باید از کسی راهنمایی بگیریم. I need to ask. باید بپرسم. I need to ask. به همین سادگی. Book. رزرو کردن. پس این book به معنی کتاب نیست. اینجا دیگه به معنی رزرو کردن هست و نقش فعل رو داره. Do you book؟ آیا رزرو کردی؟ Your flight tickets؟ بلیت پروازتون رو؟ In advance؟ از قبل؟ پس چی؟ Do you book your flight tickets in advance؟ Arrange. ترتیب دادن، منظم کردن. We should arrange transportation یا transportation from the airport to the hotel. ما باید چیکار کنیم؟ ترتیب بدیم چیو؟ حمل و نقل رو. From the airport to the hotel. درست شد؟ پس transportation این چی؟ حمل و نقل. منظور از حمل و نقل همون وسایل حمل و نقل دیگه. حالا با چه ماشینی ما از
فرودگاه تو هتل بریم ها we should arrange them بعد اونا رو ترتیب بدیم we should arrange بگو arrange immerse غرق شدن توی چیزی منظور از immerse غرق شدن توی دریا یا توی آب نیست اون به معنی سینک هستش به مثال دقت کنید I want to immerse in the local culture I want to میخوام بعض want to شکل ساده فعل میاد که اینجا فعلمون چیه؟ immerse است میخوام در فرهنگ محلی غرق شم